force for this kind of everyday repression. Life is not very easy in Iran. Although there are somewhat open and democratic elections, there are also numerous and elaborate rules that limit people's everyday lives. The Iranian government has strict laws on what you can do or even wear in public. Of course, people do find a way to get around the rules. In my conversations with Iranians, I heard people talk about a particular organization that is seen as the main force for this kind of everyday repression. The Basij is a special section of Iran's Revolutionary Guards, and they played an important role during Iran's 8-year war against Iraq in the 1980s. Many see the Basijis as the Iranian kamikazes. These are the guys who volunteered to go on suicide missions against the Iraqi army. But now that the war has been over for about 2 decades, the Basijis have yet to demobilize as a militia. And in fact, they're growing as an economic and political power inside the country. I had my own run-ins with the Basij, and I asked a friend of mine to explain some of the problems and issues facing filmmakers and reporters in Iran. تو به عنوان یه فیلمساز یا هر کسی رو بگیرن ببین تو مثلا میخوای مثلا بر فرض میخوای یه جوری فیلم برداری کنی ببین نیرو انتظامی نامه تو میدی اونجا اون به اون واحد اون منطقه که میخوای اون دوباره به اون اعلام میکنه ولی اگه تو رفتی اونجا در حین فیلم برداری بودی به گروه یه گروه دیگه مثلا بسیج اومده گفتش برای چی یعنی تو این پیمت به تنت بمانی که اون نپذیره اون کارت تو رو مجوز تو رو اون بعد میگه نه نمیشه حق نداری تو فیلم برداری کنی اونم چیز دیگه بسته به شرایط موقعیت اونجاست ولی به بسیج ساز خودش رو میزن اصلا این سیستمیه که هیچ وقت نتونستیم باش کنار بیاریم چون نفهمیدیم که اصلا یعنی رهبر همه گفتن که اینا رسمی ترین مهم هم باید باشن کار مهم ولی هیچ کس جلودارشون نیست هر کاری دلشون بخواد میکنن هر جا رو بخوام به هم بزنن میزنن. I got an opportunity to meet a group of Basijis who gather in a mosque close to my house. I went to see if they would agree to speak to me, and as far as I know, this is the first time that anyone from the Western media has been allowed to film and talk to the Basij. تو برو تو خودت بخوا کن اونجا دیگه بیام بابا نه تو بابا شرط بکن بابا میخونم بابا تو بشین تو ماشین باش بس اینجا زنگ بزن بس اینجا همین کن. At first it wasn't clear if they would talk to me. They did invite me to the house of one of their leaders during an important religious holiday. Finally, they gave me the opportunity to speak with them on camera. They agreed on the condition that I did not try to misrepresent their views. بسیج یه چیزیه برای بالا بردن انسان. یعنی نمیشه شما مثلا بسیجی باشی مثلا یه جا نشسته باشی. کار نکنی یا مثلا به جامعت خدمت نکنی، به اسلام خدمت نکنی. یه نوع ایثار تو بسیج هست که حالا اون مثلا درجه بالاش میشه
میشه همون که شما مثلا شاید باش مواجه شده باشین که مثلا ما تو میدانهای جنگ حتی مثلا اون بسیجی حاضر میشه برای مثلا مردمش، برای مثلا عقیدهش و برای اینکه از مثلا میهنش دفاع کنه جانش رو هم بده. این میشه مثلا نقطه مثلا عالی بسیج کنه، یعنی اون مثلا جوون آمریکا اگه بخواد مثلا بسیجی رو مثلا بشناسه نه بیاد عکسای زمان جنگ رو ببینه یا مثلا ببینه زمان جنگ چه عملیاتایی شده چه اتفاقایی افتاده. الان باید بیاد تو عرصه‌های علمی مثلا مملکت ما هم ببینه که اگه ما داریم به انرژی هسته‌ای میرسیم مثلا باز مثلا تفکر بسیجی پشت کاره که یه ملتی بدون هیچ سابقه ای بدون مثلا کمک از هیچ کشوری به یه تکنولوژی برسه که همه ابرقدرت‌ها بخوام باید مثلا باهاش مبارزه بکنن که این ازش بگیرن. هدفمون البته این هست که جلوی تجاوز متجاوز به خاک کشور ایران رو بگیریم در ظاهر، اما هدفمون هدفی بالاتره. هدف ما حرکت دادن جهان به سمت معنویته. ما میخواییم جهان رو عوض کنیم و جهان رو به طرفی ببریم که از زیر همه بندگی ها بیاد بیرون کل جهان، آدم های جهان و برن زیر بندگی خود خدا. من یه حرفی که شما زدین و خیلی میتونم هم درک کنم، هم میتونم بیام که پس اگه شما اینو میگین، این کسایی که میگن که ایران اگه مثلا به نیروی هستی برسه یا به یه جای برسه که قدرتمند بشه با یه همچین ایدئولوژی که شما الان گفتین، با همین ایدئولوژی که شما الان گفتین، چطور میتونیم مطمئن باشیم که مثلا کشور ایران نخواد به زور دنیا رو به طور معنویت اونطور که خودش معنویت رو میبینه بکشه؟ میدونی چی میگم؟ این ایساگرایی و این که مثلا دنیا رو از یه بند آزاد کردن به بند خدا نزدیک کردن، یا آمریکایی که نشسته یا مسیحیه یا بی خداست یا هرچی، برای چی اون چجوری شما با اون حرف میزنید؟ چجوری نترسه از حرف شما؟ ما نمیخوایم همه همون چیزی همون جوری فکر کنن که ما فکر میکنیم. اصلا مهم نیستش همون جوری فکر کنن که ما فکر میکنیم. ما میخوایم آدم ها زیر سلطه غیر خدا نرن. و اگه بخوان برن چه اون وقت؟ اگه بخوان برن اون وقت دیگه انتخاب خودشونه. اما چه وجود داره؟ حالا من تو میخوام تحکیم میکنم حرفو. صادر کردن اون چیزی که آمریکا بهش میگه فرهنگ به کشورها، با صادر کردن اون چیزی که مثلا مردم ایران میخوان مثلا به کشور دیگه صادر بکنن، یه فرقی هست. و مثلا مردم عراق که آزادن تصمیم بگیرن چه فرهنگی داشته باشن، چه تمدنی داشته باشن، چه حکومتی داشته باشن، با فشار این چکمه های مثلا سربازی آمریکایی باید به اون چیزی که اونا فکر میکنن فکر بکنن، ما اونجوری نمیگیم. نه، ما به اون اعتقاد نداریم. ما اعتقاد داریم آمریکا الان داره اون کارو میکنه، به زور آدما رو وادار میکنه که تو همونجوری فکر کن که من دارم فکر میکنم. These guys seem surprised at the idea that they're seen negatively by other Iranians. For them, Basijis are serving their countrymen by defending them and by providing all kinds of social services. خب چیزایی که من گفته میشه و میشنوم درباره رول بسیج در جامعه چیزای خیلیش مثبت نیستش. من واقعا دیدم مردم چی فکر میکنن در مورد بسیج. موقعی که مثلا پدر مادرها از این که میبینن مثلا بچه هاشون میان یه جا، یه آدمی هستش که مثلا حالا خودش توی یه سطحی از درس خوندن سواد و اینا هستش، میاد به بچه هاشون شب امتحان 12 ساعت از روزشون میذاره درس میده بهشون و زنگ میزنن که تشکر کنم، اما اون موقع میفهمم مردم در مورد بسیج چی فکر میکنن. These kinds of activities are an important way for the Basij to integrate itself into civilian life. The guys were very interested to show me the work they do to preserve Basij ideas for the younger generation. و اینا الان کشته شدن و الان جونه ماها میذاریم عکسشون رو اینجا که ببینیم و یاد بگیریم که نتیجه کسایی که میخوان برای دنیا یه زندگی بهتری رو تأمین کنن چیه. اینا میخواد چی؟ یادمون نره ماها بدونیم اگه میخوایم بریم واسه دنیای زندگی معنوی تر یه به وجود بیاریم و ارمغان بیاریم لفظش بهترینه، هدیه کنیم به دنیای زندگی شکلیه، این شکلی ممکنه کشته شیم. Almost all the kids in that class had family members who were killed or wounded in the Iran-Iraq war. عموم شهید شدن. الان من یه عمو دیگه دارم، جانباز هستن، بابام هم جانباز هستن. سلام بابا، تو شلمچه شهید شدن. هنوزم فکر کنم مفتون هستن، بهشون نگردن. سوال مثلا خیلی وقت در جنگ می‌زنم. خیلی وقت در استخونی هیچی واسهشون نموند. فقط پلاکی که دارن مشخص. یا امکان داره مثلا ترکشی که هم بمب خمپاره که بهشون می‌خوره دیگه شدن انگار. تقدیری که شده که اسم کوچه‌مون که اسمشون گذاشتن. اسم مشخصه که اسمشون گذاشتن. و
بعد تقدیر که میشه که سالگرد مثلشون میگیرن. In many ways, the Iranian Basij are no different than American veterans who are seen and respected as heroes. However, unlike American veterans, these Iranian soldiers are using their image as protectors of the nation to become an economic and political force inside the country and to spread their own cultural values to the rest of the population. ما نذاشتیم عراقی ها بیان با ما انجام بدن. مشکل هست اقتصادی، خب زندگیه دیگه، زندگی مشکل زیاد داره، ولی اون مشکل امنیتشون دیگه وجود نداره، چون بمبی نیست، خمپاره این نیست، جنگی نیست، و اینا اونایی که نذاشتن و برای ما خیلی مهمه.